سلام به خبرهای از خارج کشور خوش آمدید. فرانسه و هلند رئیس جمهور فرانسه برای دیدار با مقامهای هندی وارد دهلی جدید شد. هدف سفر آقای هلند به هند تحکیم روابط راهبردی دو کشور و گسترش همکاری در زمینه‌های مختلف خوانده شده است. رئیس جمهور فرانسه با پردام مکرجی همتای هندی خود و منموهن سینگ نخست وزیر هند دیدار کرده و قرار است با سایر مقامهای هندی نیز دیدار کند. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه صبح امروز در یک سفر دو روزه وارد دهلی جدید پایتخت هند شد. گفته می شود در این سفر آقای اولان را بانوی اول فرانسه، هفت وزیر کابینه و تاجران فرانسوی همراهی می کنند. تحکیم روابط راهبردی و گسترش همکاری بین دهلی جدید پاریس در زمینه های مختلف هدف سفر آقای اولان به دهلی جدید را تشکیل می دهد. آقای اولان پس از دیدار با پرناب مکرجی همتای هندی خود به خبرنگاران گفت فرانسه هند را به عنوان مهمترین شریک استراتژیک خود قلمداد می کند و خواهان گسترش هرچی بیشتر روابط میان دو کشور در عرصه های گوناگون است. I'm sure that this visit will bear our relationship at the best level. من مطمئن هستم که دیدار من از هند روابط من را در بالاترین سطح گسترش خواهد داد. هند و فرانسه شریک راهبردی یکدیگر هستند و باید این رابط بین دو کشور بیشتر گسترش پیدا کند. هند بزرگترین دموکراسی جهان است و فرانسه همیشه با هند خواهد بود. And France must be with you in this challenge. از سوی هم فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه با منموهن سینگ نخست وزیر هند دیدار کرد. انتظار می رود هیئت همراهی رئیس جمهور فرانسه با سلمان خورشید وزیر خارجه هند و مقام های ارشد نظامی این کشور دیدار و روی موضوعات گوناگون گفتگو کنند. قرار است آقای اولان فردا در موزیم تاریخی نهرو سخنرانی کند. هند و فرانسه سال 1998 روابط خود را در عرصه های نظامی، انرژی هسته‌ای، فضایی و تروریسم گسترش دادند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگوهای اخیر این اداره با ایران را بی‌نتیجه می‌خواند. معاون اداره آژانس انرژی اتمی می‌گوید گفتگوهای روز چهارشنبه مقام‌های آژانس با ایران نتیجه به همراه نداشت و تنها آژانس متعهد به پیگیری این گفتگوها است. در همین حال انتظار می‌رود ایران و قدرت‌های غربی تا چند هفته دیگر درباره معضل هسته‌ای تهران در قزاقستان دیدار کنند. آمریکا هشدار می‌دهد تمام گزینه‌ها برای مسدودسازی پروگرام اتمی تهران روی میز است. خبرهای این ساعت را با پیشگویی وضعیت جوی فردا و نوای سازهای ارکستر جوانان افغان در بزرگترین تالار موسیقی نیویورک آمریکا به پایان می‌بریم. شب خوش. کابل نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 3. مزار شریف نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 2. هرات نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 2. جلال آباد احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 4. کندوز نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 5. و سرانجام ولایت کندهار احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 3 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. We'll be right back.